دوستان عزیز خسته نباشید، امروز با نقد و بررسی موتور 95 پیشجاز همراه ما باشید. اینجا گروه مستندسازی قدرت، در ادامه فیلم همراه ما باشید. تولیدی پیشتاز موتور توز واقع در آسان خراسان رضوی یک جورا خاصش که رتبه دوم سطح کیفیت رو در موتورسیکلت های هوندا داره. بیشترین حضور و فروش این شرکت در آسان خراسان رضوی بوده و خاصش رو بگیم فقط فروشاش در اون قسمت بوده، در آسان های دیگه خیلی کمتر و محدود پیدا میشه این موتور. از لحاظ ساختاری و کیفیت قطعات خاصشون بگیم الان با که شما نگاه بکنیم واقعا جنس ضعیفی داره و یک حالت حلبی داخلش دیده میشه، ولی خب این رنگ براقی که روش زدن واقعا چیز جذاب کرده این موتور رو. جعبه‌ای که در قسمت سمت راست و چپ هستش متاسفانه یک چیز خاصشون دربارش بگم ایمنیش خیلی پایینه، از لحاظ اینکه قفل نداره و باتری به راحتی دزدیده میشه و کیفیتش زیاد چیز مطلوب و خوبی نیست، یک جورای حالت بازیافتی داره و خب رنگ براق روش چیز جالبی کرده. سیستم تعلیق که برای جلوی موتور طراحی شده سیستم تعلیق تلسکوپی بوده و یک چیز خیلی جالبی که داره خیلی سیستم تعلیق نرمی داره، یعنی ما نگاه بکنیم کمکش مثلا در داخل چاله تا نصف عمره پایین و سیستم تعلیق کاملا نرم و خوبی داره. سیستم تعلیق عقب از لوله این باشه و برای وزنه زیاد اینا کاملا مناسبه که اون قسمت لولهش باز شده که وزنه زیاد این موتور تحمل بکنه. چراغ جلو یک مشکل خیلی بزرگی داره به دلیل اینکه شیشه پلاستیکی روش کار شده، در داخل آفتاب خیلی سریع میسوزه و یک حالت زرد رنگ نگیره که زیاد چیز جالبی نیست. گلگیرای جلو خاصاشون بگیم و همچنین عقبش جنسای استیل براق داره و به نظر جنس خوبی داره، فقط یه خورده در برابر ضربات ضعیفه و خشپذیری هم هست. متاسفانه در قسمت عقبی موتور بازم همین مشکل در چراغ وجود داره، در مقابل آفتاب به جنبا مقاوم نیست، ولی خب از لحاظ این خاصشون دید در شب دید کاملا خوبی داره و این موتور از نوع چهار راهنمایی بوده و به نظرم دید راهنماش هم دید بسیار خوبی هست. ترک موتور جنس واقعا خوبی داره و حتی یک نفر دیگه هم توی اونجا بشینه. زین موتور از الیاف بسیار نرم تشکیل شده و در حین رانندگی واقعا چیز کاملا مناسب و خوبی هست، ولی خب یک مشکل بسیار بزرگی داره در داخل تابستون متاسفانه عرق‌زا هستش و یک روکش ضد عرق بگذاری کاملا این مشکل رو حل میکنه. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. انجین ساختاری این موتور از نوع 125 سی سی هستش و دو سوپاپ 4 زمانه و میتونه برای ما توان تقریبا 7.5 اسب بخار چینی تولید بکنه و اسب بخارش به نظرم 7.5 توی این رنج قیمت کاملا مناسب و گشتوار تقریبا 10 الی 11 تولید میکنه، ولی خب بعد 5 سال باید ببینید در تست رانندگی آیا این 7 اسب بخار داره یا قدرتش کاهش یافته. گیربوکس این موتور از نوع 5 دنده دستی بوده و در مدل های 4 دنده این موتور یک جورای خاصشون بگیم تیستره و راه بیشتر میره، ولی خب در مدل 5 دنده یه خورده از قدرتش کم میشه ولی خب سرعت بیشتری داره، یعنی این مدل های 4 دنده ما تقریبا دیگه آخرش خیلی برن تا 80 تا، ولی خب مدل 5 دنده 120 تا میتونن حتی رد بکنن. از لحاظ اینکه این موتور از چه نوع سوختی است، نوع سوخت معمولی هم بریزید داخلش هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. به ویدیو تست پیشتاز مدل 95 خوش آمدید. در ابتدا یک تست رانندگی در دنده 1 میگیریم. الان که با سرعت معمولی راه افتادیم تقریبا در شیب متعادل خوب بودیم و سرعت خوب داشت بودیم. در دنده 2 به نظرم خوبه برای موتور واقعا در شیبای معمولی
سرعت و شتاب خوبی داره. حالا سرعت خودمون رو افزایش بدیم، در سرعت ها بالا ببینیم چی میشه. الان سر پیچ یک از میدان ها بودیم و سیستم تعلیق خوبی داره این موتور، همچنین در چال ها و سر پیچ که باعث میشه ما کنترل تسلط بهتر موتور داشته باشیم و یک از ویژگی هایی که موتور داره میتونیم کنترل خوبی داشته باشیم، وزن بسیار کمش هست. حالا یک سرعت بسیار زیاد میگیریم تا یک تستی از شتاب کلی موتور بگیریم. سریع به سرعت های بالا برسه. یک نکته هم در مورد ترمزهای موتور خاصش میگم، ترمزهایی که از نوع کاسی بوده و در حین ترمزگیری متاسفانه کمی داغ شدگی داره و یه خورده ضعیف میباشد، اگه دیسکیم شد خیلی بهتر بود. تست رانندگی با هم دیدیم، هر گونه نظر انتقاد در مورد این موتور داریم میتونید داخل کامنت ها برای ما بنویسید. ممنون از اینکه همراه ما بودیم، منتظر ویدیو بعدی ما باشین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.